هرچی دارم ازت سوال میپرسم، میگم بالا چی شد، چرا دعوا کردن، چرا اصلا بهم جواب نمیدی؟ با مامانش دعوا شد؟ آبجی بوله در مورد من چیزی گفتن یا نه؟ یه چیزی بگو دیگه. آخه چرا باید اسم تو رو بیارن؟ بگو میشنوم، چرا اسم تو بیارن؟ چرا به خاطر تو با مامانش دعوا کنه؟ تمام کارها رو ول کردم، اومدم اینجا به پسرش خدمت کنم، برای همین میگم آبجی. وگرنه چی میتونه باشه؟ ای بابا، اشتباه کردم، ازت پرسیدم، خودم تحتوشو در میارم. آره حالا بکشش، بکش، بکش، خیلی خوبه. تو به کارت برس. خیلی خوبه. آره خیلی خوبه. آره به کارم میرسم، به کارم میرسم. تا اونجایی که میتونی بکشش، حالا ولش کن. ندیم، میدونم که تو میتونی، آفرین، خیلی خوبه. خوبه؟ خوبه، آفرین. این روزا روزای خوشخوشانته جادوگر. میتونی، میتونی ندیم. ببین دکتر چی میگه باشه؟ تمرکزتو بده رو پاهات ندیم، میتونی. چی شد؟ چرا وایساد؟ آقا ندیم میتونی؟ آره ادامه بده، عالی بودی، میتونی، تو میتونی، همونطوری که گفتم میتونی. آره هفته پیش رفتم مسابقات فرمول 1. به من که اصلا حال نمیده، حوصله‌م هم سر میره. با مامو تونستم راضی کنم، گفت خرج مسافرتمو میده. پس میای موناکو؟ بازم خوب شد تنها نمیرم. بریم، روحیه‌مون عوض میشه. این برنامه خوب چهره رو ادیت نمیکنه. شیطونه میگه یکس بدون فتوشاپ بذارم. وای بالاخره تونستی بیاریش. نیم ساعت دیگه کلاسم تمومه، منتظرم باش، لطفاً جایی نرو. این کی بود؟ تا اومد موهات زدی کنار؟ نه خیر، پسر رانندم دیوونه شدی، چرت نگو لطفاً. نزد کنار. میدونستین شما خیلی بد جنسی، متاسفم براتون. ضمن من همیشه موهامو میزنم کنار. بی خیال داملا، پسر واقعاً با نمکه. اگه رانندت نبود عالی میشد. کبودیش بره به نظرم خوب میشه. قیافش جذابه. جذاب فن و ناپذیر. نو نفری ریختن رو سرش برای همین سی و کبود. من از پسرها اینجوری خیلی خوشم میاد، خیلی غیرت. غیرتش بخوره تو سرش، کی اینو نگاه میکنه آخه؟ من که خوشم اومد، مردونگی از سر و روش میباره. اگه یکم به سر و وضعش برسه دیگه حرف نداره. واقعا سلیقاتون افتضاحه، انگار تا حالا مرد نبید. من این چیزا حالیم نیست، از کرم که خوش قیافه تره. البته ببخشید، اینجور پسرا حرف حرف خودشونه. عزیزم من هیچ وقت جذب اینجور پسرا نمیشم، خیلی سردم. مرد که گفتی باید بتونه جونشو فدای زنش بکنه، نه مثل این جقل پقله ها. دیدی که پسر حاضر شد برات بمیره، مگه با نه نفر درگیر نشده؟ پولی که اینا تو یه شب خرج میکنن و ما باید تو 5 سال در بیاریم. شب و روز باید جون بکنیم، بدهیمونو بدیم. آره خیلی میتونیم. بله آقا تاروخ، همینجاست منتظره.
شدیداً به پول احتیاج داره، بدهی داره. این ضعفشه. سری بگیرش تو مشتت. میخوام یارو رو دو روزه گیر بندازی. رو جفت چشام. سلام داداش. فتی. سلام جیوان. خوشبختم. نگاه توی یه وجب خاک چه رشدی کردن، چقدر قشنگن. اینجا رو نگاه، ببین کی اینجاست. خوشگلم، گل شهر منم اینجاست. خوشگل من، از خاکت جدات کردم، از خاکی که بودی، از سرزمین سرسبز تو هم جدا کردم. گذاشتن تو گلدون طلایی، آب تمام بارون نیستا، تصفیه شده است، خوب بهت میرسن. تو رفاهی، اما راضی هستی؟ میخوام بوت کنم به یاد زادگاهم. خوشبوی، تنها موندی اما خوشبوی هنوز. فرمایشی دارین؟ چیزی میخواستین آقا آگاه؟ ازتون معذرت میخوام. برای کدوم اشتباهتون؟ اون شب نپرسیده و ندونسته در موردت قضاوت کردم. بعدش فهمیدم تو دخترت رو صحنه نفرستی. از کجا فهمیدی؟ تحقیق کردی. اما چرا؟ چرا در مورد دختر من تحقیق کردی؟ اشتباه کردم، گناهتونو شستم. الانم اومدم تو ازت معذرت بخوام. تو دخترتو از صحنه آوردی پایین. اما اشتباه کردم. کاشکی گوش میدادم، کاشکی تشویقش میکردم، نه به خاطر دستمزد خوانندگیش، به خاطر رسیدن به آرزوهاش. چون که میدونین جریان چیه؟ درکشون که نکنیم قصه میخورن. اون وقت وقتی به خودمون میاییم که دیگه خیلی دیر شده. بگذاریم، من با اجازتون میرم. اسمش سناست. اسم کی؟ زنبق. این اسم بهش میاد.
وای دختر جون، 3 ساعت گیر 2 تا گوجه ای. آی، یعنی مادرت هیچی بهت یاد نداده؟ ولش کن ولش کن، نمیخواد. بیا این دمنوشو ببر برای آقا ندین. آآ من برای چی ببرم؟ من که پرستارش نیستم. آبجین پرستارشه، بگو اون ببرم. بگم از اون بالا بیاد برای یه دمنوش. ای بابا بجام، تنبلی نکن، بیا بگیرش. بگیر. نگاه هنوز وایساده، بجام دیگه. اوف خدایا، خودت به هم صبر بده. جمره خانم بازم پیچیده، اونم حق داره. خب از صبح تا شب باید این رو تحمل کنه. 5 میلیون که سهله، 50 میلیونم به هم بدن زنت نمیشم. چرا اونجوری منو نگاه میکنی؟ برای دمنوش آوردم. بگیرش، بیا اینجا بگیرش. دارم میگم بیا 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 اینو بگیرش. بیا دیگه، بیا بگیرش. آفرین، بیا. خوبه، بیا بیا اینو از دستم بگیر. آی افتاد، دیر رسیدی، میبینی؟ آآ چرا اینجوری شدی؟ افتادی رو دور فیبره؟ از من خوشت اومده؟ تو منو دوست داری؟ زشت بدتر کی؟ بی حیا. تو زشتی، اونقدر زشتی، اونقدر زشت و بدتر کی که نگاش کن، بی حیا رو نگاه کن. اونم آدم، آدم ازت میخوام تو صورتش نگاه کنی. اونم مثل من و تو جرن. تنها فرقش با من و تو بلاییه که به سرش اومده. ممکن بود سر تو هم بیاد یا سر من. این حکمت خداست، سر هر کسی میتونه بیاد. ممکنه تصادف کنیم یا مادرزاده اینطوری باشیم. بس دیگه، برو کنار. وایسا، از کجا معلوم همین الان از پله ها نیفتی و سمین گیر بشی؟ از کجا اینقدر مطمئنی که تا آخر عمر میتونی صحیح و سالم زندگی کنی؟ بگو، از کجا مطمئنی که یه روز دیگه عمر میکنی جرن؟ معلوم نمیشه، هیچ کس از فردای خودش خبر نداره. اما بذار من یه چیزی رو بهت بگم. با این همه آهی که پشت سر، عاقبت خوبی در انتظارت نیست. آدمایی مثل تو باید تنها بمونن. بس آبچی فیلم کن. معذرت خواهی کن. معذرت خواهی کن. معذرت میخوام. من زشت هستم؟ نه. خیلی هم خوشگلی. معصوم تر از تو این دنیا ندیدم. یه لحظه وقت دارین؟ بیا خانم پرستار، بیا. میدونین که داروها رو از اول تهیه کردم. راستش از این به بعد میخوام که داروهاشو فقط خودم بهش بدم. همونطور که قبلنم بهتون گفتم، نمیخوام اشتباه بشه. ضمناً گفتار درمانی رو هم شروع کردیم قربان. خیلی عمالی. هر جور تو بخوای همونطور میشه. از این بابت خیالت راحت باشه. یه موضوع دیگه هم هست. چجوری شد؟ چجوری شد؟
ندیمو میگم. افتاد بچه که بود از پنجره افتاد. هیچ وقت فکرشم نمی کردم داشته بازی می کرده که افتاده پایین. صداها رو شنیدم، دویدم تو حیاط. شلوغی رو که دیدم اولش جدی نگرفتم. هنوز خیلی بچه بود، گفتم چیزیش نشده، بچه از خورده زمین. دویدم رفتم پیشش، دیدم همینجوری دراز کش افتاده. دستش رو گرفتم تو دستم. صداش زدم، ندیم عزیزم، ندیم. انگار خواب بود. بعد یه دفعه چشمشو باز کرد، با چشای معصومش نگام کرد. جوری تا دل گفت عمو که دنیا سرم آوار شد. گفتم من پیشتم عمو جون، تعامل کن. بعدشم که خودت بهتر باقیشو بگم. آمبولانس، بیمارستان، دکتر، همه چی سرم آور شد. مطمئن باشین بهش میرسم، خیالتون راحت باشه. خیالم از تو راحت، میدونم براش کم نمیذاری. بهت میگم زنگ بزن، یه بار دیگه زنگ بزن. مامان هزار بار زنگ زدم، گوشیشو خاموش کرده. به اندازه اون ماسک روی صورتت برات ارزش نداره. یکم گندش نمی کنی؟ از همون دیوونه بازیه یه همیشه گیشه، الان داره میخنده، اولین بارش که نیست. بابات بفهمه چی میگه ها؟ ها؟ عکس العمل بابات چی میشه؟ آقا میتونیم حرف بزنیم؟ ببین میدونم به چی فکر میکنی. یعنی چی؟ کل هفته دیدمش اما الان نیستش. نیست، پیداش نمی کنم. من اونو پاک کردم. آخه چرا؟ برای چی؟ اجراتون رو دوست نداشتم. صداتون یه جوری شده، خش داره. فکر کنم منظورتون دتونه، درسته؟ اونم میشه. چرا این کارو کردین آقا؟ چرا حذفش کردین؟ با اجازه کی؟ اونجوری که شنیدم ازت یواشکی اون فیلمو گرفتن. منم برای اینکه خجالت زده نشی. آره یواشکی گرفتن، اما خجالت نکشیدم. اگه میخواستم خجالت بکشم رو صحنه نمیرفتم. حق نداشتین به جای من تصمیم بگیرین. میدونستین من برای برادرزادتونم آواز میخونم.
میدونین اینا چیان آقا؟ آقا نوتای موسیقی هم همه شونم مال برادرزادتونه. حالش که خوبشه با هم دیگه میخونیم. اون موقع میخواین چی کار کنین آقا؟ آقا تشویقمون میکنین یا این که ازمون خجالت میکشین؟ دقیقا رفتارش این ماما میشه. تو هم اطمان الان میگی من چه عموی بیاتفهی دارم مگه نه؟ باشه بابا فهمیدم. جانگی ویدیوی خانم پرستار رو دوباره بزن. ادب نداری که بی ادب. یکی قلبمو با خودش برد. بیشور. یکی قلبمو با خودش برد. با یه تلفن میتونستی اون عکس‌ها رو برداری اما نکردی. معلومه بی خیالش شدی. غرور پسرت اینجوری میشکنه. اینجوری تو خلا بی هدف تک و تنها تا وقتی بهش اعتماد نکنی همینجوری پیش میره. تو همه کاری، قدرت دست توه. آینده که پسرمون تو دستای توه. یا همینطور به بی‌تفاوتیت ادامه میدی و اونم برای جلب توجه به دیوونه بازیاش ادامه میده، یا اینکه کاری که وقتی میخواستی از آمریکا برگرده رو براش انجام میدی، اونو استخدام میکنی، اون وقت خودت میبینی که اون تمام سعیشو میکنه تا خودشو به تو ثابت کنه. دخترم میدونی ساعت چنده؟ داشتم میومدم دنبالت. وای میبینی گوشیمو جا گذاشتم مامان. برای چی؟ چه میدونم، هوش و حواس برام نمونده. الان میرم میارمش. نه نه رو، این وقت شب خیلی زشته، درست نیست بری. فردا میری برش میدارم. زنگشو گذاشتم رو ساعت 6. ممکنه ندیم خیلی بترسه. میرم برمیدارم، زود میام. 5 دقیقه ای برمیگردم. اوه.
میخندی؟ به هم نخند 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 با تو هم نخند شنیدی؟ نخند نخند با تو هم نخند نشدیدی؟ به هم نخند 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 به هم نخند 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 آه یادت نمیاد نه؟ بسار جادت بندازم من هولت دادم من انداختمت پایین من شنیدی؟ من تو رو هول دادم پایین من انداختمت هولت دادم من انداختمت پایین من انداختمت پایین شنیدی؟ من هولت دادم آره من هولت دادم من انداختمت پایین شنیدی؟ من هولت دادم پایین من انداختمت آره حالت خوب نیست نمیفهمی داری چی میگی پسرم آروم باش میفهمی داری چی میگی پسرم به خودت بیا مامان من از 8 سالگی حالم خوب نیست من از اون موقع حالم بده مامان مستی پسرم حالت خوب نیست مستی خوب نیستم زیادی خوردی برای همینم حالت خوب نیست حالت خوب نیستم به خودت بیا خوب نیستم مست شدی خوب میشی گوشیت صدای تلفنه نیافتی من گوشیمو جا گذاشتم اومدم برش دارم اگه میتونین شما ببرینش من برم معلومه که میتونم ببرمش حالت خوبه؟ چی شد؟ چرا اینجوری میکرد؟ ندیم حالت خوبه؟ ناز بهت چی بگه؟ با تو چه مشکلی دارن؟ چی بهت گفتن که حالت بد شد؟ پسر چی گفتن؟ لطفا یه چیزی بگو آروم باش آروم من گوشیمو جواب میدم بعدش همه چیو به هم میگی باشه خب مامان گفتی 5 دقیقه بر میگردی اما نیم ساعت شده هنوز نیومدی داشتم نگران میشدم دارم میام اونجا ها. مامان چیزی دخترم چرا صدات گرفته مامان راست نکنه چیزی شده ها نه چیزی نشده الان میام دوبله شده در استدیو جم چرا باهاش اینطوری رفتار میکردم؟ برای چی؟ شنید پرستاره پرستاره همه چیزو شنید همه چیو شنید شنید دوبله شده در استدیو جم دخترم دار و نداره من تو این دنیا همه
همه ی داراییم شماهایین، زندگیمین، خودتونم میدونین جاتون رو سر منه. تا جایی که بتونم پشتتون وای میسم، به این شرط که سرفکندم نکنی. خدا رو شکر میکنم تا الان یه لقمه نون حروم سر سفرمون نذاشتم. تو رفاه نبودی اما سختیم نکشیدی. من شما رو محتاج هیچ کسی نکردم، اینو یادت باشه. اگه فکر من نیستی، دلت نمی سوزه، فکر خودت باش. بعد از این که بدهیمونو دادیم، از اینجا میذاریم و میریم. تا اون روز مراقب تک تک رفتارات باید باشی. بیا بگیرش. آفرین بهت. ندیم لطفاً بیا با هم در موردش حرف بزنیم. میدونم که میتونی به هم بگی. همین جوریش هم چشمات با من حرف میزنن. ندیم، دیشب اتفاقای عجیب غریبی افتاد. اونا هر دوتاشون، مادر و پسر، اصلا یه جوری بودن. میدونم فکر تو هم درگیرشونه. مجبور نیست جمله های بلند بگی، فقط به هم بگو که اونا بهت چی گفتن. خانم پرستار که بگی چی گفته؟ دیشب چه اتفاقی افتاده؟ راستشو بخوای نمیدونم که دیشب حرفای ما رو شنیده یا نه، اما میدونم بهمون شک کرده و به این راحتیام ول نمیکنه. میدونی چقدر میتونه برامون بد بشه؟ من از همون روز اول از این دختر خوشم نیومد، دختر پر رو و گستاخی. نه ترسه، اون دختره مثل خواهرش نیست، نباید سمتش بری. بسپرش به من. حال ندیمو دیدی؟ داره خوب میشه، حتی احتمالش هست تمام حرفایی که دیشب بهش زدی و فهمیده باشه. اگه بابات بویی از این موضوع برده باشه و بهت شک کنه، اون وقت نه تو و نه من نمیتونیم قصر در بریم. آقا
پیش ندیم بودم. گویا رفتی پیشش. آقا دیدی چقدر راحته؟ خوشحال کردن اون دقیقا به همین راحتی. ازت ممنونم. صابونتو بخور بعد بیا شرکت، اونجا منتظرتم. نورتن به عمر بگو یکی بیاد دوربین اتاق ندیم رو چک کنه. نمیشه که اینجوری دم به دقیقه خود به خود این دوربین داره خراب میشه. دیشب برای چی هیچ چیز ضبط نکرده؟ آقا حساب کن. خیلی ممنونم، واقعا ممنونم به خاطر ارزشی که برای پسرمون قائل شدی. اگه همینجوری ادامه بده ببین چی کارو براش نمی کنم. راستی ببین چی دارم میگم. خیلی وقت تو فکرمه، همش میخوام به دکتر زنگ بزنم اما وقت نمی کنم. با دکتر ندیم بعد حرف زدم. چه میدونم، دیدم حال ندیم بده، منم سرش خالی کردم. میدونم اشتباه کردم. هرچی باشه دکتر مملکته، من وقت نمی کنم. تو زنگ بزن شان دعوتش کن، از دلش در بیار. باشه اینجوری بهتره. باشه عزیزم، بهش زنگ میزنم. ممنونم عزیزم. الو آقا عاطف، سلام، خوبی؟ خوبم، شما چطوری؟ خیلی ممنون، منم خوبم. مزاحمتون شدم بگم که آگاه به خاطر اون تماس تلفنی که باهاتون داشته خیلی ناراحته. خوشحال میشیم یه شب برای شام تشریف بیاریم پیش ما. آگاه میخواد رو در رو ازتون معذرت خواهی کنه. خیلی متشکرم از دعوتتون، حتما یه شب مزاحمتون میشم. ضمناً متوجهم که آقا آگاه روی برادرزادشون حساسن. هر اتفاقی هم که بیفته ما دکترها سعی میکنیم حال نزدیکان بیمارانمون رو درک بکنیم. بله کاملا میفهمم. آرزوی قلبی ما سلامتی همه بیمارامونه. بس در اولین فرصت مزاحمتون میشه. مراهم هستی، میبینم اتون. میتونی عمود پرسید. تو هم خندیدی، فکرت خوشحالی برای همین رفت. ندیم دیشب واقعا خوشحال بودی؟ میدونم. آره فکرت درگیره، تمام این داروها، رفتارای بقیه، منم فکرم درگیره. نمیدونم دیشب اینجا چی دیدی، اما من از یه چیز خیلی مطمئنم. اتفاقایی که اینجا افتاد باعث خوشحالیت نشدن. من کاملا متوجه هم یه چیزی رو مخفی میکنی. اون دوتا از تو چی میخوان و هدفشون چیه نمیدونم، اما مطمئن باش بالاخره تهوتوشو در میارم.